تو آقای محمد البرادعی تابستون امسال اعلام کرد 27 هزار کلاهک اتمی در دنیا موجوده. دست ایران که نیست. 27 هزار کلاهک اتمی نزدیک نصفش مال آمریکاست. و از این نصف 6 هزار تاش زیر خاک آمریکاست. روی جهانی مملو و از کلاهک اتمی نشستن هنوز میترسن. بالاترین ثروت جهان، مبنای دلار، بهداشت و درمان، بالاترین علم، علمشون هم که میدونید چجوریه، تمام دانشمندان جهان حمال مفت و مجانی آنگلوساکسون ها هست. فوق لیسانس میخواد بگیرید باید تافلتون رو به دانشگاه ارائه کنید، دکترا میخواد بگیرید باید تافلتون رو ارائه کنید، 4 روز دیگه توی لیسانس هم حتما بهتون میگن تافل بگیرید بیایید. چرا؟ چون برای ارتقاء علمی اساتید دانشگاه های ما، ترکیه، پاکستان، چین، ژاپن، هند، کره، همه جای دنیا، مقاله رو استاد دانشگاه ما باید به زبان انگلیسی در ISI آمریکا و انگلیس و کانادا و کشورهای دیگه منتشر کنه تا اینجا رتبه دانشگاهیش بره بالا. این اسمش خیانت نیست؟ صبح که میشه انسان آنگلوساکسون از خواب بیدار میشه، یه خمیازه میکشه، لپتاپش رو باز میکنه، هر مفهومی رو دنبالش میگرده، سرچ میکنه، یه مش حمال تو دنیا به نام دانشجو و استاد وجود دارن براش به زبان انگلیسی تولید علم کنن. بعد دانشجو ما میشینیم، آمریکا که خیلی بزرگه، انگلیس که خیلی بزرگه، بر گرده من و شما بزرگه. حمالانی مثل ما هستیم که علم تولید میکنیم برای اونا. استاد و دانشجویی که قبل از اینکه مردمش به زبان فارسی اون علم رو یاد بگیرن، اون علم رو اول به زبان انگلیسی برای آنگلوساکسون های موبلاند چشمابی تولید میکنه. بعد میگیم چرا اونا اینجوری به دنیا سروری میکنن. تحملشون رو دیدید؟ 4 تا جوان مثل شما به جای دوره سربازیشون فیزیک خونده بودن، فیزیک اتمی، اینا رو بردن گذاشتن تو نطنز و عراق تا اینجا رسوندن این نیروگاه اتمی رو. دیدید تحمل نمیکنن؟ اون جهان آزاد، جهان لیبرال، جهان دموکرات.